در سال 1969 شرکت نیسان یک ماشین ساخت به نام فرلیدی زد و نظرشون این بود که این ماشین رو وارد آمریکا کنه و بتونه بازار نیسان رو تو اون کشور قوی کنه. در سال 1969 مدیر کمپانی نیسان توی آمریکا یک ژاپنی به نام یوتاکا کاتایاما بود. این شخص فرهنگ آمریکا رو کاملا شناخته بود. اون به شرکت نیسان گفت اگر میخواین این ماشین رو بفرستین آمریکا باید اسمش رو عوض کنید، چون مطمئنم آمریکایی‌ها از اسم فرلیدیزی خوششون نمیاد. فرلیدی که میدونید یعنی چی؟ فرلیدی یعنی بانوی منصف. اون به نیسان گفت اگر میخوای این ماشین رو تو آمریکا بفروشی اسمشو بذار 240Z، اسمی که طرفدارهای ماشین‌های اسپورت قبول میکنن و خوششون میاد. کمپانی نیسان از این حرف استقبال کرد و نیسان زی رو به غیر از خود ژاپن در تمام دنیا به اسم 240Z عرضه کرد، اما تو ژاپن همون فرلیدی زی موند که هنوزم همون فرلیدی زیه. حالا بریم برسیم به امروز. نیسان زی 2023 که 2 سال پیش رونمایی شده بود الان آماده داره میشه که بیاد تو بازار، و برای اینکه این داره وارد بازار میشه میخوایم یه خورده این ماشین رو دقیق‌تر بشناسیم. همونطور که میدونید اون 240Z ادامه پیدا کرده بود و این اواخر رسیده بود به 370Z، اما جدیدترین زی که میخواد بیاد بیرون دیگه هیچ شماره یا اسمی باهاش نمیاد، اسمش فقط همون نیسان زیه. نیسان زی جدید برای اولین بار با موتوری عرضه میشه که توین توربوه، یک 3 لیتری 6 سیلندر خورجینی که 400 اسب بخار قدرت تولید میکنه. حالا چرا اینقدر قدرتشو برده بالاتر نسبت به زیهای قبل؟ چون میخواد با تویوتا سوپرا رقابت کنه. این ماشین برخلاف نیسان زیهای قبلی مثل 350Z و 370Z سعی کرده زیاد مدرن نکنتش و همون قیافه نوستالژیک اولشو داشته باشه. شرکت نیسان برای اینکه ثابت کنه این یک ماشین اسپورت تمومه گفته کانورتبلشو نمیسازیم، چون باید بدونید که اسپورت ها معمولا کانورتبل نمیسازن. زی 2023 برعکس 370Z قدیمی نه تنها اسپورت تر شده بلکه لاکچری تر هم شده. کیفیت مواد مصرف شده داخل ماشین خیلی رفته بالاتر. زیربندی این ماشین به عنوان آپشن حساب نمیشه و همه نیسان زیا از اون ارزون ترینش تا گرون ترینش با زیربندی کاملا اسپورت میاد که بهش میگن زی پرفورمنس. نیسان زی های جدید همشون با دیفرنسیال LSD میاد که یعنی دیفرنسیالی که در مواقع لزوم قفل میکنه و نمیذاره که یه چرخ بچرخه یکیش بیسته. رینگ های 19 اینچی به این ماشین یک شکل خاص داده و پشت این رینگ ها ترمز های بزرگ نیسان خودنمایی میکنه. نیسان GT-R رو که میشناسید، یک سوپرکار نیسان که خیلی هم معروفه. موتور GT-R یک 3.8 لیتری 6 سیلندر توین توربوه که 565 اسب بخار قدرت داره. کارشناسان معتقدن موتوری که تو نیسان زی استفاده شده برادر کوچیکه همون موتور GT-R و ساختشون و نقشه‌شون یکیه. حالا بریم سراغ گیربوکس. 2 نوع گیربوکس روی این ماشین سوار میشه. یک دونه 9 سرعته اتوماتیک و اون یکی 6 سرعته دنده‌ای. این ماشین برخلاف GT-R که 4 چرخ درگیر یا آل ویل درایو فقط دیفرنسیال عقبه، و این موضوعیه که این ماشین رو برای اسپورت سوارا عزیزتر میکنه و اینو خیلی دوست دارن برای دریفت زدن. خب بریم داخل ماشین. داخل این ماشین رو از لحاظ کیفیت ارتقا دادن، اما زیاد مدرنش نکردن و یه جورایی معمولی ساختن که یک ماشین اسپورت باشه تا یک ماشین سوپر لاکچری. بیشتر زیهایی که تا به حال ساخته شده فقط 2 نفر میتونن سوارشن. اینم همینطوره. با وجود اینکه داخل این ماشین ساده است، اما فناوری های در حد یک ماشین اسپورت مدرن رو داره. یک صفحه 12.5 اینچی این وسط قرار گرفته که بیشتر کنترل های الکترونیکی از اون انجام میشه. از فناوری‌های امنیتی که امروزه روی ماشین‌ها می‌ذارن، این ماشین فقط ترمز اضطراری‌شو داره. 360 درجه دوربین هم داره که دیگه یک چیز عادیه که رو همه ماشین‌ها هست. حالا این عالی جناب قیمتش چنده؟ نسبت به همه رقباش ارزون‌تره. رقیب اصلیش تویوتا سوپراه که قیمتش از 45,000 دلار شروع میشه
اما نیسان زی از 41,000 دلار شروع میشه. رقیب های دیگه‌ش هم همشون قیمتشون از این بالاتره، مثل BMW Z4 54,000 دلار یا پورشه باکستر 64,000 دلار یا شورولت کوروت 66,000 دلار. به احتمال زیاد این ماشین خوب در میاد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه نیسان دوباره میخواد برگرده تو ماشین‌های اسپورت و باید یه چیزی بده تو بازار که بتونه موفق بشه برگرده. زمان همه چی رو نشون خواهد داد. Oh.